یکی از بزرگان مسیحیت که شیعه شد. ایشون از ارامنه ارومیه بودن، اینقدر درسش خوب بوده که اعزام میشه به واتیکان، هم در دروس کاتولیک ها و هم در دروس پروتستان ها تسلط پیدا میکنه. ایشون یه اتفاقی تو واتیکان براش میفته که شیعه اثنااشری میشه وقتی برمیاد ارومیه. بعد از ورودم به واتیکان نزد استادان آن دیار به تحصیل علوم مسیحیت پرداختم، به ویژه استادی از فرقه کاتولیک که از نظر موقعیت اجتماعی دارای مقامی والا بود و در زهد و تقوا شهرت بسزایی داشت. از این روی دارای مریدان و پیروان فراوانی از فرقه کاتولیک بود. عوام و خواص از اعیان و اشراف و صاحب منصبان نزد او حاضر و هدایای نفیس به او تقدیم می‌کردند و از طرفی او از نظر علمی مراتب عالی را طی کرده و از استادان معروف زمان خود بود و هر روز صدها نفر روحانی زن و مرد در درس او حاضر می شدن. از تعالیمات معارف عالی او با اشتیاق کامل بهره می بردن. در میان شاگردان خود به من عنایت خاصی داشت. از این رو علاوه بر اظهار محبت نسبت به من، تمام کلیدهای محل سکونت خود را به من سپرده بود، جز کلید یک اتاق کوچک که تنها نزد خودش بود. از اینکه کلید آن اتاق کوچک را به من نسپرده بود، در دلم به او بدبین شدم و دائم پیش خود میگفتم لابد در آن اتاق اشیاء قیمتی اهدایی را ذخیره کرده است و نمیخواهد من آنها را ببینم، پس زهد را برای دنیا میخواهد. این احساس درونی خود را هرگز بروز ندادم تا اینکه روزی استاد کسالت پیدا کرد و در کلاس درس حاضر نشد. مرا طلبید و گفت به شاگردان بگو من کسالت دارم و نمیتوانم در درس حاضر شوم و به آنها بگو بروند. من از نسلش بیرون آمدم، دیدم شاگردان در مورد مسائل مختلف دینی به مباحثه مشغول هستند، تا اینکه بحث آنها به لفظ فراغلیتا رسید که در انجیل 4 باب 14 15 و 16 انجیل 4 یعنی یوحنا، حضرت عیسی علیه السلام آمدن او را بشارت داده بود. هر کس نظری داد و بعد از آن پراکنده شدم. من هم نزد استادم آمدم. گفت شاگردان در مورد چه بحث می‌کردند؟ گفتم موضوعات گوناگون از جمله لفظ فراغلیت و هر کس نظری داشت. استاد به من گفت نظر تو چیست؟ گفتم به نظر من نظر فلان مفسر مسیح بهتر است، مسیحی بهتر است. گفت تو مقصر نیستی، ولی همه آن نظرات دور از واقعیت هستند، چرا که حقیقت آن لفظ فقط نصیب راسخان در علم می شود. اشتیاق درک این حقیقت مرا از خود بی خود نمود و با التماس فراوان از استادم تفسیر آن لفظ را خواستار شدم. استادم گریه کرد و گفت ای فرزند روحانی من، تو پیش من عزیزترین مردم هستی و من چیزی از تو مضایقه ندارم. اگر تفسیر آن لفظ را به تو بگویم، از ناحیه مسیحیان جان من و تو در خطر خواهد افتاد، مگر آنکه تعهد کنی تا قبل و بعد از زندگی من نام مرا جایی نبری و تفسیر آن را به من نسبت ندهی، چون قبل از مرگم جان خودم در خطر خواهد افتاد و بعد از مرگم جان خانواده ام. من نیز به اسماء الهی قسم یاد کردم که این خواسته او را برآورده کنم و به شرط او عمل نمایم. گفت ای فرزند روحانیم، این لفظ اسمی از اسامی مبارک پیامبر مسلمانان است به معنی احمد و محمد. پس کلید آن اتاقی را که فقط نزد خودش نگاه داشته بود به من داد و گفت برو با آنجا برو و فلان صندوق را باز کن و آن دو کتاب موجود را نزد من بیاور. من نیز چنین کردم. آن دو کتاب به خط یونانی و سریانی و قبل از ظهور پیامبر اسلام و با قلم بر پوست حیوان نوشته شده بود. گفت ای فرزند روحانی من، بدان که همه عالمان و مفسران و مترجمان مسیح قبل از ظهور پیامبر اسلام قبول داشتند که لفظ فراغلیتا به معنی احمد و محمد است. آنان بعد از ظهور آن حضرت تمام کتاب‌های تفسیر لغت و ترجمه‌های مربوط به این مسئله را به خاطر ریاست و رسیدن به اموال و منفعت دنیوی یا به خاطر عناد و حسادت تحریف کرده و بعضی را نیز از بین بردند. ای فرزند روحانی من، دین مسیحیت به خاطر ظهور پیامبر منسوخ شد و من و بسیاری از روحانیان مسیحی به این حقیقت پی برده ایم، ولی از ابراز آن به خاطر مصالحی که در نظر داریم خودداری میکنیم. گفتم ای پدر روحانی، آیا مرا امر میکنی که داخل دین اسلام شوم؟ گفت آری، اگر آخرت و نجات را میخواهی باید دین حق را قبول کنی و من همیشه تو را دعا میکنم. چون آن دو کتاب و گفته ها و تأییدهای استاد را شنیدم، نور هدایت و محبت محمد به طوری بر من احاطه پیدا کرد که دنیا و هر آنچه که از مظاهر آن است در نظرم کوچک میآمد. در آن لحظه اندیشه جز اسلام و پیام آور آن در سر نداشتم. از این رو از محضر استادم خداحافظی کرده در پی حقیقت روان شدم. انیس الاعلام جلد 1 صفحه 8 تا 20 شو خلاصه شو بگوری خدمت شما بود. فخر الاسلام، نویسنده کتاب انیس الاعلام، یکی از بزرگان مسیحیت که شیعه شد. ایشون برمیگرده میاد اول تقیه میکنه در ارومیه برای اینکه نکشنش، بعد شروع میکنه تحقیق کردن که حالا میخوام مسلمان بشم کدام فرقه اسلامی بر حقه.
شروع میکنه تحقیق کردن، به تشیع اثنا عشری میرسه، نجف درس میخونه، آیت الله میشه، ده ها بلکه صد ها مسیحی را میشوشیه میکنه.